اما مبحث مجانب ها، ما سه نوع مجانب داریم. اول اصلا بفهمیم مجانب یعنی چی. مجانب یعنی کنار، یعنی که تابه بیاد به یه خطی نزدیک شه. اگه این خط اینجوری عمودی باشه، تابه بیاد بهش نزدیک شه، بهش میگن مجانب قائم. اگه این خط افقی باشه، تابه بیاد بهش نزدیک شه، میشه مجانب افقی. اگه مایل باشه، تابه بیاد بهش نزدیک بشه، میشه مجانب مایل. پس مجانب یعنی یه خطی که تابهش نزدیک شه. از مجانب قائم شروع میکنیم. ببینید، تعریف مجانب قائم اینه که x به سمت عدد باشه و y به سمت بی نهایت. یعنی من دنبال اون نقاطی هستم که اگه x بهشون نزدیک بشه، y بشه بی نهایت. خب کجا پیدا میشه؟ دو جا پیدا میشه. اول ریشه مخرج. هر جایی که مخرج صفر بشه، ما میتونیم مجانب قائم داشته باشیم. و دومی ریشه عبارت مقابل لوگاریتم. پس دو جا، یک ریشه مخرج، دو ریشه عبارت مقابل لوگاریتم. تعریفش چی بود؟ x به سمت عدد، y به سمت بی نهایت. انواع مجانب قائم میتونه مجانب ساده باشه، یعنی یه بار بره بالا یه بار بیاد پایین، لنگه به لنگه است. میتونه مضاعف باشه که جفته، جفتش میاد پایین یا جفتش میره کجا؟ بالا. نکاتی راجع به مجانب قائم. برای مجانب قائم ما اینجوری میگیم، میگیم اگه ریشه مخرج صورت رو صفر کرد، باید رفع ابهام کنیم. خب معلومه دیگه، وقتی میگه ریشه مخرج یعنی مخرج صفر شده. حالا اگه صورت رو صفر کنه میشه صفر صفرم، باید رفع ابهام کنیم. اگه جواب بی نهایت شد مجانبه، اگه نشد مجانب نیست. چرا؟ چون تعریف مجانب قائم این بود x به سمت عدد بره و y به سمت بی نهایت. پس شما اگر ریشه مخرج رو پیدا کردی، قدم اول اینه که بندازیش تو صورت، ببینی صورت رو صفر میکنه یا اینکه نه. ببینی مجانب های قائم تابع y مساوی x2 به اضافه 2x منهای 3 تقسیم بر x2 منهای 3x به اضافه 2 را به دست. خب ما گفتیم مجانب قائم دو جا پیدا میشه، ریشه مخرج، ریشه جلوی لوگاریتم. اینجا که لوگاریتم نداریم، پس فقط ریشه مخرج رو پیدا میکنیم. x2 منهای 3x به اضافه 2 رو بذاریم صفر، یه ریشمون 1 میشه، یه ریشمون 2 میشه. توجه کنید، گفتیم اول چک کنید که صورت رو صفر میکنه یا نه. من اگه 1 رو قرار بدم صورت صفر میشه، پس باید رفع ابهامش کنم. هوپیتال میگیرم ازش، بالا میشه 2x به اضافه 2، پایین میشه 2x منهای 3، 1 رو میذارم داخلش میشه منهای 4. این مجانب قائم نیست. چرا؟ چون ما گفتیم اگه ریشه مخرج صورت رو صفر کرد، شما باید رفع ابهام بکنید، در صورتی مجانب میشه که بی‌نهایت بشه، که اینجا بی‌نهایت نشد، شد منهای 4. پس تنها مجانب قائم ما x مساوی با چنده؟ 2. بعدی گفته مجانب قائم های تابع سینوس x رو سینوس 2x رو به دست بیاریم. خب میتونیم اینو سادهش کنیم. یعنی چی؟ یعنی سینوس 2x رو باز کنم، بنویسم دو تا سینوس کوسینوس. سینوس ها که میپرند با هم میشه یک رو دو تا کوسینوس. پس هر جا کوسینوس صفر شه مجانبه. الان کوسینوس کجا صفر میشه؟ پی دوم، سه پی دوم و الی آخر. یعنی این تابع چند تا مجانب قائم داره؟ بی شمار. پس شما اگه تونستی ساده کنی، اول ساده کن، مثلا بعد ریشه به دست بیار، مشکلی ایجاد نمیشه. نکته بعدی نوشتم حواست باشه ریشه های مخرج جای دیگه اشکال ایجاد نکنه، یعنی زیر رادیکال منفی نشه، جلوی لوگاریتم منفی نشه، صورت یا مخرج که از صفر مطلق نشه. ما نمیخوایم اول بریم دامنه به دست بیاریم بعد بریم شروع کنیم مجانب ها رو پیدا کنیم. من میگم مجانب ها رو پیدا بکن، حالا چک کن، اگه زیر رادیکال منفی شد قبول نیست، اگه جلوی لوگاریتم منفی شد قبول نیست، اگه صورت یا مخرج که از صفر مطلق شد قبول نیست. یعنی چی؟ نگاه کن. گفته مجانب های قائم تابع y مساوی 1 رو رادیکال x منهای 1 به اضافه 1 رو رادیکال x منهای 2 را به دست آورید. ما گفتیم مجانب قائم چند جا پیدا میشه؟ دو جا، ریشه مخرج، ریشه جلوی لوگاریتم. خب اینجا که فقط مخرج داریم، ریشه هاش چی هست؟ یکی 2، یکی 1. حالا باید چک کنیم که این دوتا صورت رو صفر میکنن یا نه. صورتشون که صفر نمیشه. چیز دیگه ای که باید چک کنیم اینه که باید بررسی کنیم الان این xی که ما داریم آیا زیر اون یکی رادیکالا رو منفی میکنه یا نه. الان من یک رو بذارم زیر اون رادیکال منفی میشه، پس در نتیجه x مساوی با 1 به عنوان مجانب قائم مطرح نمیشه. اما x مساوی با 2 مشکلی نداره، پس x مساوی با 2 مجانب قائم برای ما هست و تنها مجانب قائممون x مساوی با چند محسوب میشه؟ 2. یا مثلا یکی گفته مجانب های قائم تابع y مساوی لوگاریتم x به منهای 2 تقسیم بر x را به دست آورید. ما گفتیم چند جا مجانب قائم پیدا میشه؟ دو جا، ریشه مخرج، ریشه جلوی لوگاریتم. اینجا هم مخرج داریم هم لوگاریتم. مخرج ریشه اش چنده؟ صفر. جلوی لوگاریتم ریشه اش چنده؟ 2. پس ما این دوتا رو پیدا کردیم.
حالا گفتیم مواظب باشیم زیر رادیکال منفی نشه الف فرج زوج، صورت مخرج صفر مطلق نشن، زیر جلوی لوگاریتم منفی نشه، حواسمون به همه اینا باشه. الان ببینید بچه ها، ما اگه صفر رو بذاریم جلوی لوگاریتم، جلوی لوگاریتم میشه منهای دو، پس بنابراین x مساوی با صفر به عنوان مجانب قائم محسوب نمیشه، تنها مجانب قائممون همون دو میشه. دیگه چی داریم؟ میگیم حتما تانجانت کوتانجانت رو باز میکنیم، ریشه مخرجشون رو پیدا کنیم. یعنی حواست باشه وقتی که تانجانت کوتانجانت هم داری، اونها یک کسرای مخفی هست، اونها رو باید باز کنی، ریشه مخرجش رو حساب بکنی. مثلا تو این سوال گفته مجانب های قائم تابع ایگرک مساوی تانجانت ایکس تقسیم بر دوتا کوسینوس ایکس منهای یک را به دست آورید. من میگم خب مجرم قائم چند جا پیدا میشد؟ دو جا، یک ریشه های مخرج، دو ریشه های عبارت مقابل لوگاریتم. من اگه بخوام اینجا ریشه های مخرج رو پیدا بکنم، باید اولش تانجانت هم بنویسم سینوس روی کوسینوس. پس یا اینجا تو این کسر سینوس روی کوسینوس مخرجش که کوسینوس باید صفر بشه که میشه پی دوم سه پی دوم و الی آخر، یا اون دوتا کوسینوس ایکس منهای یکی باید صفر بشه که کوسینوس میشه یه دوم و ایکس میشه پی سوم و پنج پی سوم و الی آخر. یعنی حواست باشه وقتی تانجانت و کوتانجانت داری حتما اونها رو باید چیکار بکنی؟ بازشون بکنی. در نهایت میگیم تابع با برد محدود مجرم قائم ندارن، مثلا سینوس و کوسینوس مجرم قائم ندارن. چرا؟ چون تعریف مجرم قائم این بود x اگر به سمت عدد بره y بشه بی نهایت. آیا توی سینوس ما میتونه تابعمون بی نهایت بشه؟ اصلا. میگه براکت f قرن مطلق f و f بتوانن تعداد مجرم قائماش با f برابره و فرقی نمیکنه. یک اف هم که هر جا اف صفر بشه مجرم قائم داره، معلومه تابع کسریه. و میگه رادیکال اف تعداد مجرم قائماش با اف برابره بجز اونایی که زیر رادیکال رو منفی میکنه. خب مشخصه زیر رادیکال با فرجه زوج نباید منفی بشه. یک سوال بسیار خوب اومده، گفته این تابع یعنی براکت x دوم تقسیم بر x در x منهای یک در x منهای دو در براکت x منهای سه چند مجانب قائم دارد؟ ظاهر سوالش خود خفنه، اما ببین کلن این سوال نکتش رو اون براکت هاست. دو تا نکته داریم اینجا، نگاه کنی. میگم اگر در مخرج براکت داشته باشیم مثل این سوال، ریشه شو برای مجانب قائم حساب نمی کنیم. چرا آقای تاری من نگفتی مخرج صفر شه؟ خب آخه اگه براکت صفر شه که میشه صفر مطلق و دیگه مجانب قائم محسوب نمیشه. گرفتی؟ پس کاری باش نداری. اگه در صورت براکت داشتیم و میخواستیم ریشه های مخرج رو از صورت امتحان کنیم، حتما عد چپ و راست میگیریم. آقا مگه ما نگفتیم ریشه های مخرج اول چک میکنیم که صورت رو صفر میکنن یا نه؟ ما باید چک بکنیم شاید وقتی که براکت اون بالاست تو سمت چپ یا سمت راستش صفر مطلق بشه. پس حواست باشه اگه براکت تو صورت داشتی میخواستی ریشه مخرج اونجا جایگذاری کنی، حتما با حد چپ و راست این کار رو انجام بده. خب بریم سراغ حل کردن. ریشه براکت x منهای 3 رو که کاری نداریم، گفتیم اگه براکت تو مخرج داشتیم با ریشه خود اون براکت کاری نداریم. بریم شروع کنیم ریشه این پشتیا رو به دست بیاریم. چی هست؟ یکی صفر. حالا میخوام جایگذاری کنم توی صورت. اگه من صفر بیشتر بذارم، صفر بیشتر تقسیم بر دو میشه صفر بیشتر شد صفر، میشه صفر مطلق چون حاصل براکته، پس این قبول نیست. اگه صفر کمتر بذارم، براکت صفر کمتر دوم میشه صفر کمتر میشه منهای یک، پس قبوله. آیه تاری اینو چیکار بکنیم؟ این الان صفر بیشترش شد صفر مطلق مجانب نیست، صفر کمترش مشکلی نداره. میگم حتی اگر از یک طرف قابل قبول باشه، اون نقطه رو ما به عنوان مجانب قائم میپذیریم. یعنی الان توی این سوال من x مساوی با صفر رو به عنوان مجانب قائم میپذیرم، هرچند فقط از سمت چپ داره. پس اولین مجانب قائممون پیدا شد. دومین ریشه ریشه x منهای 1 که برابر میشه با 1. الان من باید توی این بیام حد راست و چپ بگیرم. من چه 1 بیشتر بذارم صفر مطلق میشه، چه 1 کمتر بذارم صفر مطلق میشه. یعنی x مساوی با 1 از هیچ طرفی نمیتونه مجانب قائم باشه، پس x مساوی با 1 به عنوان جواب حتما نیست. ما فعلا فقط x مساوی با چند رو به دست آوردیم؟ صفر. ریشه بعدی x مساوی با 2. اگر من دو بیشتر بذارم، دو بیشتر تقسیم بر دو یک بیشتر، براکتش میشه یک، پس قبوله. و
اگه دو کمتر بزنم دو کمتر تقسیم بر دو میشه صفر، صفر مطلق میشه، صورت قبول نیست. آقای طاهری اینو چی کار بکنیم؟ میگیم اینم قابل قبوله، چون گفتیم اگر فقط از یک سمت هم قابل قبول باشه مشکلی ایجاد نمیشه. پس من یه دونه صفر یه دونه دو رو به دست آوردم، یعنی این تابع چند تا مجانب قائم داره؟ دوتا. پس دوتا نکته اینجا یاد گرفتیم. یک، اگر شما توی مخرج براکت داشتین ریشهشو حساب نکن، قطعا صفر مطلق، قطعا مجانب قائم نیست. اگر شما توی صورت براکت داشتی می‌خواستی ریشه‌های مخرج اونجا امتحان کنی، دیگه همینجوری مثل اون سوال قبلی خود ایکس رو نذار، حتما باید حد چپ و راست بذاری، حتما باید حد چپ و راست بذاری. به این نکته دقت بکن. گفته اگر تابع اف ایکس مساوی ایکس به اضافه تقسیم بر آ ایکس تو به اضافه دو ایکس به اضافه ایک فاقد مجانب قائم باشد، حدود آ کدام است؟ خب بچه‌ها وقتی میگه فاقد مجانب قائم، این تابع کسریه دیگه، کسری‌ها تو ریشه‌های مخرج میتونن قائم داشته باشن، پس بنابراین باید دلتاش کوچیک‌تر از صفر باشه. قبوله؟ پس در نتیجه من میام اینجا دلتا رو میذارم کوچیک‌تر از صفر، بی دومنای 4 رو سر تشکیل میدم، میشه 4 کوچیک‌تر از 4 آ و در نهایت میشه آ بزرگتر از 1، یعنی گزینه چندم سوم به همین سادگی. اما تست بعدی واقعا تست خوبی. گفته اگر در تابع ایگرگ مساوی ایکس به نهایه 2 تقسیم بر آ ایکس تو به دو چار ایکس به اضافه آ فقط یک مجانب قائم داشته باشیم، مجموع مقادیر آ کدام است؟ خب ببینی، اولین حالتی که به ذهن همه میرسه که این یه قائم داشته باشه، میگن آقای طاهری پس باید مخرجش یک ریشه داشته باشه. میگم حرفتون کامل درست. اگه تابع درجه رو بخواد یه ریشه داشته باشه باید دلتاش صفر باشه. پس 16 منهای 4 آ 2 میشه صفر، از اینجا آ به دست میاد، مثبت و منفی 2. یه حالت دیگه هم هست که این فقط یه مجانب قائم میتونه داشته باشه. بچه ها یادتونه ما میگفتیم اگه ریشه مخرج صورت رو صفر کنه باید رفع ابهام کنیم، یعنی امکان داره ریشه ساده بشه و مجانب قائم محسوب نشه. پس تو همچین چیزی اگر ریشه صورت با ریشه مخرج یکی باشه، به عبارت دیگه الان اون ریشه صورت که هست 2 مخرج رو صفر بکنه، باز ما یه مجانب قائم داریم. پس 4 آ به اضافه 8 به اضافه آ میشه صفر، آ میشه منهای 8 پنجم. پس تا اینجا یاد گرفتیم تو این سبک سوالا، اولا اگه دلتا مخرج صفر باشه ما یه قائم داریم، دوم اگه ریشه صورت مخرج رو صفر کنه باز یه قائم داریم، و در نهایت آخریش الان چون این تابع درجه 2 امکان داره دو تا ریشه داشته باشه، اگر این تابعی که من دارم تابع درجه 1 بشه که مشکلی نداره که. یعنی چی آقای طاهری؟ یعنی اگه ضریب x تو صفر بشه اون موقع تابع ما فقط یک قائم خواهد داشت، پس آخرش میشه ضریب درجه دو مخرج صفر باشه که میشه آ مساوی صفر. حالا جمع همه اینا با هم میشه منهای 8 5. پس حواست به این سبک باشه، بلد باش زمانی این سبک ها یه دونه قائم دارن که اولا دلتا مخرج صفر باشه یا ریشه صورت مخرج صفر کنه یا ضریب درجه دو مخرج صفر باشه. حالا امکان داره تو یکیشون یا دو تاشون یا سه تاشون اصلا مجهول تو به دست نیاد، یعنی دلیل نداره که حتما همشون جواب بدن، ولی به هر حال این سه تا شرایط رو شما باید بدونید. اما بعدی گفته نمودار تابع ایگرگ مساوی 4 منهای رادیکال ایکس به اضافه 2 رو ایکس منهای 2 در اطراف مجانب قائم خود چگونه است؟ شکل اطراف مجانب قائم میخواد. خب بچه ها ببینید، موقعی که از ما طراح میخواد که شکل اطراف مجانب قائم رو پیدا بکنیم، اول باید خود مجانب قائم رو پیدا بکنیم، بعد یه بار حد راست یه بار حد چپ بگیریم ببینیم شکلش چجوری میشه، میره مثبت میاد منفی میاد چه اتفاق میفته. اینجا ریشه مخرج 2 پس مجانب قائممون 2، پس اول از همه x رو سمت 2 بیشتر میبینیم. اگه 2 بیشتر بذاریم بالا که میشه 4، پایین میشه 0 بیشتر، عدد رو صفر میشه بی‌نهایت، مثبت در مثبت هم که میشه مثبت، پس این زیر میشه مثبت بینت. فقط حواست باشه پشتش هم یه منفی داره ضرب میشه، یعنی میشه منهای بینت. این از 2 بیشتر. بریم حالا 2 کمتر رو بررسی بکنیم. تو 2 کمتر شما مینویسی 4 منهای رادیکال 4 رو صفر کمتر. چرا صفر کمتر؟ چون 2 کمتر منهای 2 عبارت منفی به دست میاد، 4 رو صفر کمتر میشه منفی بینت. آیا زیر رادیکال با فرجه زوج میتونه منفی باشه؟ نه، پس این قبول نیست.
یعنی شما باید تو سمت راست خط مجانبتون به منفی بیاید، یعنی به سمت پایین برید. پس باید گزینه‌ای رو انتخاب بکنید که تو سمت راست به سمت منفی بی‌نهایت میل میکنه. من میام گزینه‌ها رو نگاه میکنم، میبینم گزینه سومه که تو سمت راست داره به سمت منفی بی‌نهایت میره، پس جواب گزینه چند میشه؟ 3 میشه. یا یکی دیگه گفته تابع ایگرگ مساوی 1 رو سینوس ایکس منهای 1 رو براکت سینوس ایکس در اطراف مجانب خود در بازه منهای پی دوم تا پی دوم چگونه است؟ خب ریشه مخرج تو اون فاصله فقط صفره، پس من باید یک بار صفر بیشتر بگیرم یه بار صفر کمتر. بچه‌ها یادتون باشه میگفتیم اگه کمان مثلثات یا صفر بشن سینوس و تانژانت میتونیم بندازیمشون. اینجا هم همون کارو بکنیم، میشه 1 ایکس منهای 1 رو براکت ایکس، صفر بیشتر اگر بذارم توی اون براکت حاصل براکتش میشه صفر مطلق. آیا میشه مخرج صفر مطلق بشه؟ نه. پس اصلا من تو صفر مثبت هیچی نخواهم داشت. تو صفر کمتر شما می نویسی 1 x منهای 1 رو براکت x، صفر کمتر رو بذاریم براکتش چند میشه؟ منهای 1. یه منفی هم پشتشه، پس میشه 1 x به اضافه 1، میشه 1 رو صفر کمتر به اضافه 1. عدد رو صفر کمتر میشه منفی بینت، با 1 جمع شه میشه منفی بینت. در نتیجه شما تو سمت چپ باید بری منفی بینت. گزینه هاتو نگاه بکن، اونایی که سمت راست دارن که اصلا هیچی کاری باهاشون نداریم، یعنی گزینه اول و گزینه سوم کاری نداریم، یا جواب گزینه 2 یا گزینه 4. گزینه 4 داره میره رو به مثبت بی‌نهایت، پس جواب حتما گزینه 2 که داره میره رو به کجا؟ منفی بی‌نهایت، و به سادگی جواب به دست میاد.